سلام از کردین، حالا احوالتون خوبه؟ میگم که این روزا بنده موشکاف هی خدمت میرسم و ضرباتی که از یمین و یسار نسار فک و فوک بلایت میشه رو خدمتتون گزارش میکنم. اما امشب نوبت خود عظمای کتک خورده است که بیاد و از زبون نوچهاش درد اصلیشو لو بده. شربت مداری بناد. در حالی که سازمان مجاهدین تا چند سال پیش در فهرست گروه‌های تروریستی اروپا بوده، جمعی از اعضای پارلمان اروپا با مریم رجوی ملاقات کرده و مدعی شدند بالاترین اولویت را به حقوق بشر می‌دهند. بله دیگه، وقتی توپ وارد سجاف دروازه ولایت میشه همین میشه که ملاحظه میکنی ولی فقیه گردن شکسته نایلین نامبارک رو میذاره روی خط قرمزاشو خودش آدرس درد اصلیشو میده. آقای دکتر کوشکی، آقای دکتر زده به بحث حقوق بشر و معیارهای دوگانه اشاره کردن. ما شاید بیدیم اخیرا مریم رجوی سرکرده منافقین در پارلمان اروپا حاضر میشه، با روی گشاده ازش استقبال میشه. تا چشمت کوشه، منظورش از دکتر کوشکی و دکتر ایزدی دو تا گوریل مخلص یعنی بیمخه که ضربه بارده به سیدلی بد جوری کشیده به اعصابشون، آب روغن قاطی کردن و بیا با تماشا کن. دفعه اول نیست وارد اتحادیه اروپا کمیسیون زیر مجموعش میشه، خیلی راحت اعضاش که دونه دونه سوابق تروریستیشون هم برای ملت عراق هم برای ملت ایران ثبت هست و ابام نکردن، منتشر کردن اینها رو، یعنی تک تک اعضای اصلی سازمان مجاهدین خلق که تو اتحادیه اروپا رفت آمد میکنن، سنا سمسامی، جعفرزاده و اینا، افتخار میکنن که چه تعداد فعالیت تروریستی داشتن و رسما منتشر کردن. اینا بعد از اون دورانی که گفتن شما فعالیت تروریستی داشتید و اموالشون بلوکه شد و اینها، دوباره دارن فعالیت میکنن و مرتب رفت آمد دارن به کمیسیون زیر مجموعه اتحادیه اروپا، با نمایندگان پارلمان اروپا، اتحادیه اروپا دیدار دارن و حالا این بارم آخرین موردش هم اینجا بود. آقا یه دکتر کردانی مردانی کسی بیاد واسه این یارو دکتر کشتی کلاس جغرافی بذاره. یارو آمریکا و اروپا رو قاطی کرده، البته تقصیر خودش نیست چون دشمنای نظام هر جا باشن فکه ولی فقی و از ضربات حوک خودشون بی نصیب نمیذارن. احمد شهید آستین ها را بالا میزنه، ولی تهیه چهار گزارش طی سالهای 1390 تا کنون نشان از عزمی خارج از توانایی های او در تحلیل و انعکاس مطالب موجود در گزارش ها دارد، چرا که پایه اغلب موارد موجود در این گزارش ها نامه های شخصی و بی سند و مدرک و ادعاهای منافقین سلطنت طلب هاست. آقا ما نفهمیدیم این گروهی که اصلا چیزی ازش باقی نمونده چرا تبدیل شده به سوژه یک برنامه های تیلیویش؟ راستی این چه گروه اکیه که هیچی ازش نمونده؟ همه پارلمان اروپا و کنگره آمریکا و حتی جناب احمد شهید رو هم عضوگیری کرده. آدم وقتی صحبت های گزارشگری میخونه تعجب میکنه گزارشگر سازمان ملله یا یک کارمند وزارت خارجه آمریکاست یا اصلا عضو یک گروه که تروریستی مثل منافقین، ادبیاتش با هم فرق نداره. به چه کلان سوزشی افتادی تو سیدلی؟ چی شد؟ شنیدم نمایشگاه های حقوق بشر و خانواده های ترور و کتاب های بنجلت همه رو دست باد کرده ها؟ و یا در مورد دیگر، احمد شهید ترور 17,000 شهروند ایرانی از ابتدای انقلاب تا کنون را توسط گروهک منافقین صرفاً یک ادعا فرض کرده و دلیلی بر صحت آن نیافته است و در عوض تحت پیگرد قرار داشتن اعضای این گروهک را یکی از مصادیق بارز نقض حقوق بشر در ایران می‌داند. بنازم به هموطنای باصفا و جوانای بامرام ایرانی
که با کنوانسیون ها و برنامه هاشون تابلوی گذاشتن جلوی چشمای بابا قولی عظما که توش مرگ خودشو میبینه و آه و نالش از استبل ولایت تا جمعه بازار یک سره با سمونه. بچه ها دم همگی گرم.